شما رو میبینم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. ممنونم، زنده باشین. روز خوبی رو دارم. خب خدا رو شکر. خب ما در ساعت نخست روز جمعه گزارش های منتشر شد مبنی بر صدای انفجار در استان اصفهان در پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی که خبرگزاری ایران مدعی شدند که این صدای انفجار شنیده شده. بعدها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سه ریز پرنده در این پایگاه دیده شدند که هر سه آنها توسط پدافند نیروی هوایی منهدم شدند. خب از قرائن پیداست که اسرائیل یک عملیات دو مرحله‌ای رو تدارک دیده بود و مرحله اولش این بود که بتونه از کار بیاندازه سایت‌های پدافندی S-300 رو در این پایگاه و با استفاده از این ریز پرنده‌های انتحاری بتونه اونجا پدافند ایران رو از کار بندازه و در مرحله دوم بتونه از طریق موشک یا هواپیماهای خودش در آسمان عراق بتونه اصفهان رو مورد حمله قرار بده و از طریق جنگنده‌های خودش بهش آسیب برسونه، که اونجور که در خبرگزاری‌ها داره منتشر میشه، اخباری که داره منتشر میشه، این عملیات ناموفق بوده. اما بیشترش رو از زبان شما رو دوست داریم بشنویم جناب آقای سلطانپور. چه اتفاقی افتاد؟ ارزیابی شما چیه و آیا این عملیات برای اسرائیل موفقیت آمیز بود یا خیر؟ ببینید خدمت رو عرض کنم که سفیر رژیم اسرائیل در چین چند روز پیش گفته بودش که ما اقدام با به صورت تلافی جویانه نمی کنیم، ولی از این بعد اقدام بازدارنده می کنیم. اقدام بازدارنده وقتی اسرائیلی ها میگن کدشون کد خرابکاری و تروره، و این هم میشه گفت در همین راستا بوده دیگه، چون این پهپادهای کوچکی که امروز سقوط کردن، دیشب سقوط کردن و بر اثر پدافند ایران در حوالی پایگاه شکاری اصفهان، اینا در کل به نظر میادش که داخل ایران شلیک شده، یا اینکه به قول یک دیپلمات فرانسوی گفتش که از باکو اومده، که بعید میدونم باکو از این کارا بکنه، چون پاسخ بسیار سنجیده نظامی و سیاسی قدرتمند ایران به تجاوز اسرائیل در کنسولگری، عملا میدونن که آقا جمهوری باکو از این غلط ها نمی کنه، چون خودش میدونه که وقتی آمریکا به از فرزندش حمایت نکرد توی این جریان دیگه، نه قطر و عربستان و نمیدونم امارات و جمهوری باکو از این کارا نمی کنن. بنابراین بعید از خاک آذربایجان این تجاوز انجام شده باشه. ببینید یه نکته ای که خیلی قابل توجه اینه که آقای فرخنده، ببینید از دیشب من خبرها رو میدیدم، 5 تا حداقل خبرگزاری ایران 5 تا خبر مختلف داره. اول که گفتن هیچی نبوده، بعدن گفتن آقا من پهپاد بوده، بعدن گفتن موشک بوده. یکی از مشکلات بزرگی که من میفهمم مسئله امنیتی رو نظامی رو، خب نباید بیان میگن آقا کجا خورده، که همون که اسرائیلی هم نمیگن، هیچ جای دیگه هم نمیگن، ولی اینکه آقا هیچ خبری مستقیم نمیاد بیرون، یعنی یک مثلا یه سخنگوی واحد نیستش که بیاد حرف بزنه که آقا چی شد، اصلا شد یا نشد. چون ببینید وقتی که نمیشه، ایرانی ها ملتی هستن که تو شایعه خیلی رواج داره، به شدت رواج داره، از قدیم هم بود. یعنی طرحی رو که جاسوس های آلمانی در جنگ جهانی اول استفاده میکردن، یه خبر رو میدادن، بعد میگفتن که آقا، یعنی یارو میگه آقا چرا اینو میگی، میگه آقا تو ایرانی ها شایعه زودتر از تلگرام، موقع تلگرام بوده دیگه، عمل میکنه. مثلا میگفتن سربازای آلمانی از این ور رفتن، بعد ایرانی خودشون میگفتن دیگه، یعنی فقط یک کلاغ چهل کلاغ هم میشد. و داستان اینه، خب خودمون میدونیم بافت فرهنگیمون رو دیگه، خب اینو با هستی، خب صدا سیما هم که ماشاءالله 100,000 تا چیز داره، کارمند داره و 500 میلیون دلار هم بودجه داره، خب وظیفه‌شه که با هماهنگی نیروهای مسلح اینا رو اطلاع رسانی کنه، چون وقتی نمی‌کنی برات کسای دیگه میان. الان هنوز واقعا نمیدونیم که ایرانیا میگن موشک خورده، یعنی تو فضای مجازی، ولی چیزی که برمیاد از من حارت رو دیدم، تا این زاو اسرائیل رو دیدم دیگه، خود اورشلیم پست رو دیدم، و غربی ها همونجوری که شما گفتید میگن از همین پهپادهای بسیار کوچک بوده، و اینکه حالا بعدش می‌خواستن فریب بدن پدافند و اینا، به نظرم نمیاد، چون الان حارت نوشته بودش که حمله مثلا این
حمله اسرائیل، نتانیاهو نشون دادش که نتانیاهو نه پلنی برای ایران داره نه پلنی برای غزه داره، پلن جنگی نیست، برنامه‌ای نداره. و به نظرم درست همین میاد، چون تمام رسانه‌هایی هم که دارن میگن، خود اسرائیلی‌ها میگن که ایرانی‌ها گفتن پا پاسخ نمیدیم، پس به نظر میرسه که همه چیز تموم شده. به اضافه که من الان استاک مارکت و بازار بورس رو نگاه می‌کردم، تندان اتفاق مهمی نیفته بود، در ایران هم دلار 200 تومان اضافه شد. وقتی دلار یه خیلی کم میره بالا، نشون میده که اصلا از شکست کامل بوده دیگه، چون واقعا اگر قرار بودش که اثرات مهمی داشته باشه، قبل از هر چیزی این اثرات نظامی باید اثراتش رو توی اقتصاد نشون بده، که نشون نداده. در حال اسرائیلی‌ها بایست، به این دلیل فکر میکنم پایگاه شکاری رو در نظر گرفتن، چون به پایگاه هوایی اسرائیل خوردش، کلته گفتن اونجا فقط یه گودال کنده شده، ولی خبرنگارا رو نبردن. خب آقا میبردی یه گودال نشون میدادن دیگه. بعد خیلی جالب بود، رئیس ستاد مشترک فرداش رفت همون پایگاه نهمیمون دید که بازدید کرد، درش نوشتم که آقا خب اگه یه دونه چاله است دیگه، رئیس ستاد مشترک برای دیدن یک کندن چاله که نمیره اونجا دیگه، برو همین سر کوچه‌تون هم بری دیگه میتونی چاله رو ببینی دیگه. دقیقاً درسته، این دوربینای اینترنشنال اونجا راه داده بودن و یک دیوار پیش ساخته ای هم بود که اونجا زیرش یه کندکاری کرده بودن، مشخص بود انگار از قبل اینها آب لوله کشی درست کردن. چون اون دیوار، وقتی شما یک نارنجک، معلومات بچه‌های بعد از انقلابیم و دو چهارشنبه سوری، ممنوع این نارنجک هایی که میزدن به دیوار، تقریبا یک سال دو سال جاش میموند، بعد میامدن رای میکردن جاش میرفت. شما یه نارنجک دستی رو میزدید جاش مشخص بود، ولی خب موشک با اون عظمت خورده بود و اون دیوار هیچ اتفاقی براش نیفتاده بود، فقط زیرش انگار مثلا با بیلچه کنده بودن که یه حالت خرابی رو بخوان نشون بدن. خدمت شما همزور که برابر این، ببینید یک نکته‌ای که بود این بودش که ایرانی‌ها هم امیر عبداللهیان، خب یه مسئله که خیلی مهم بود، امیر عبداللهیان توی نیویورک بود و این حمله هم اتفاق افتاد، ولی ایرانی‌ها پاسخ دادن. مثلا خود آقای حاجی زاده فرمانده فضا هوا گفت آقا اگه بزنن 100% می‌زنیم. امیر عبداللهیان خیلی صریح توی آمریکا گفتش که، هم به سی ان ان هم گفت آقا بزنن ما همون موقع می‌زنیم، و همشون گفتن که اگر بزنه اسرائیل ما حتما میزنیم، و به همین دلیل هم اسرائیل میدونست که میزنه. ببینید حالی که اپوزیسیون گنجش مغز ایران یا یک سری از این کارشناسای سار، ببخشید من میگم در پیتی، نه به خاطر چیز، واقعا اینا مغزشون رو من نمیدونم، واقعا اصلا نه روزنامه‌ای هست که این بریا رو نمیخونن، یا اینکه میخونن گوگلی ترجمه میکنن، نمیدونم آخه چه جوریه. بعدا میان میگن نه مثلا هیچ آقا نخورد اونجا، هیچ اتفاقی نیفتاد، موشک‌ها رو همه رو زدن، مثل این سخنگوی پینوکیوی فارسی زبان ارتش اسرائیل اومد دادن یه دونه مثلا گفت نه آقا اینا رو ما همه رو زدیم. خب آقا اگر همه رو زدی، بس دیگه اون کابینتون چرا قیافش اینقدر دربه داغونه؟ از همه مهمتر، خب خبرنگاران هم که نمیبرین. بعد گفتن آقا این یه دونه مثلا چیه، یه دونه لوله بزرگ افتاده مثل آبگرم کن. مهم نیست آقا آبگرم کن افتاده یا نیفته، مهم اینه که یه آبگرم کن آقا یه جوری رفته از ایران، رفته وسط پایگاه نظامی شما، دم پایگاه نظامی شما. خودشون هم خوب میفهمن این چه پیامی داره، حالا به اضافه اینکه شلیک هم شده، کلاهکش جدا شده و بوده، یعنی دقیقا هم تو پایگاه نظامی همش خورده، توی هیچ جایی توی بخش مسکونی نخورده، یعنی دقیقا نشون داد اگه ایرانی ها میخواستن به اصطلاح جنون داشتن، اینجوری که میگن یهودی ستیز بودن، بعد میزدن تو خونه های مسکونی دیگه، قاعدتا دیگه همه رو زدن دقیقا جایی که نظامی بود. و این نشون میده که اولا چه دستاورد ایران داشته، همه اینا بومی سازی ایرانه و اینا خیلی مهمه. ایرانی ها زدن، درست زدن، و خب این دفعه ممکنه که نتونه سانچنان دقیق بخوره برفرض به خیلی از اهداف، ولی شکی نیست که اگر اسرائیلی ها این بار اگر حمله میکردن، خود اسرائیلی ها میدونن، این اپوزیسیون گنجش مغز ایران شاید ندونه، اصلا حزب الله، خود فلسطینی ها تو غزه، اینا از خدا میخوان که آقا درگیری بشه، که همچی درگیری بشه بتونه اصلا تیپ رزوان حزب الله وارد مناطق اشغالی بشه و مزار شعبه رو آزاد کنه، شهرک الجلی رو آزاد کنه، یا اینکه تیپ دیگه شون وارد جولان بشه و اونجا رو آزاد بکنه، و میکننم. اسرائیل خودش خوب میدونه اینا چه
آدم های مصمم بود و این نفرتی که اسرائیل در منطقه ایجاد کرده انگیزه دو برابر به این نیروهای مقاوم بوده که حتما وارد شن و اسرائیل خودش میدونه تیپ گولانی اونجا نتونسته واقعا توی شمال کار جدی بکنه، تیپ نخبای گولانی که از غزه آوردنش بالا نتونست کاری بکنه. ببینید خودشون هم میدونن الان تنها راهی که دارن اینه که مثلا اتمی بزنن به ایران، تنها راش اینه که اونم امکان پذیر نیست به چند دلیل که خودتونم بهتر میدونید. خب اگر بزنن اونم مثلا آمریکایی‌ها بزنن، اولا خب ایران که خیلی بزرگه، خب تهران بزنی بقیه جاش هنوز هستش دیگه، نمیشه که این از این. بعدا اگر جنوب بزنی که تشعشعاتش میده تو کشورهای منطقه که همه متحد آمریکان، یعنی اصلا از این نظر مسئله داره، خود ناوگان آمریکا هم دیگه نمیدونه اونجا رته. برای امکان پذیر نیست. به اضافه اینکه اینم بگم اگر بزنن خدای نکرده دست رو باز میکنن برای روسا که خیلی راحت تو اوکراین رو بزنن، اونا اتمی میزنن تو اوکراین، اگه قرار شیر تو شیر بشه برفرض ایران رو بزنن اونا هم میزنن اونور رو میزنن. کم اینکه امروز هم CIA گفتش که آقا وضع اوکراین خیلی خرابه و بایستی ما پیروسیم، وزیر خارجه آلمان هم گفت آقا حتما ما باید پیروسیم. اینا همش به همدیگه ربط داره. بنابراین اینها اگر نمیزنن نزدن، نه اینکه آقا دلشون برای مردم ایران سوخته، اینی که فهمیدن آقا سنبه به شدت پرزوره، ایرانی ها صبورن، ایرانی ها توی صبر استراتژیک نظامی دارن، ایرانی ها میدونن دارن چی کار میکنن. این که ببینید بحث داخل کشور یه بحث، بحث نظامی من سیاست منطقهش رو داریم بحث میکنیم. این دوتا رو بعضی از دوستان ممکنه تا میگی آقا مثلا دلار شده اینقدر یا مثلا فلان چیز، میگه آقا با بحث فلان اسرائیل و ایران رو داریم میکنیم تو حوزه نظامی. من فکر میکنم که باعثی توی یک ماهنده شاهد باشیم که یکی از دو طرف دستاشو بیاره بالا، یعنی بگی که آقا باشه، یعنی شروع کنن به مذاکره کردن پشت پرده یا چیزی که به این تنش‌ها پایان بدن دیگه. چون اسرائیل نتانیاهو دیگه نمیتونه، چون هم تضاد داخلیش زیاده، کمان که یکی از خانومهایی که یکی از مادرانی که بچهش اسیر توی غزه و توی مذاکره کننده بود گفتش که اصلا نباستی چیز کنی، نباستی شلیک میکردن. و اینه که در حال یعنی افکار عمومی اضافه که 75% اسرائیلی ها مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران بودن قبل از این حمله، یعنی افکار عمومی اسرائیل موافق نیستش که درگیری شه. خودشون خیلی خوب میدونن که آقا بسیار شکننده تر از ایرانی ها هستن، چون ببینید نسل اول یهودیان که خب اومدن تو کیبوتسا بیشترشون هم چپ بودن تو اون شرایط، واقعا در حال تو زمینای اشغالی بودن ولی خیلی زحمت کشیدن، یعنی واقعا خود گلدا مایر هم کشاورزی میکرد، همشون کشاورزی میکردن، یعنی با مثل جهادسازندگی کار میکردن. نسل جدیدشون سوسول بار اومدن، هی آمریکا بهشون پول داده، از آلمان پول گرفته، اینا هی ریختن و با خیلی لوس بار اومدن و چیز جدی هم نداشتن، اینی که اهل انقدر سختی نیستن. بنابراین خیلی قصه فرق کرده، یا اونا که از کشور اروپایی بردن قرار نبوده که آقا درگیری بشه دیگه، ولی الان وقتی درگیری هستش موشک میاد، صدای آژیر هست، همش روی هوا هست، به اضافه که 200,000 تا الان از شمال و بعضی برخی از جنوب رفتن تو هتلان، فقط 1,300,000,000 دلار دولت نتانیاهو سال گذشته پول هتلا رو داده، اصلا درسته تو اقتصادشون خرج میشه ولی شما آمریکایی‌ها میدن، ولی مسئله است. یعنی میخوام بگم که عملا همونجوری که منش امیر سخنگوی تبلیغاتی صهیونیستا گفتش، اسرائیل ایران 80 برابر بزرگتر از اسرائیل بوده و خواهد بود، یعنی در حال این مسئله خواهد بودش، اسرائیل باید بپذیره و فکر میکنم انشاءالله میپذیره به همین زودی ها. آیس پرتانپور ما یک مسئله ای از حالا بسیار از این کارشناسان مدعیان که این ادامه داره، یعنی این ممکنه یک عملیات فریب باشه و در ادامه ممکنه اسرائیل حالا امشب فردا شب یا شبهای دیگه بتونه یک حمله مجدد بکنه. خیلی از هواداران اسرائیل حالا در هم جهان هم در میان کشور خودمون، در میان مردم خودمون که بخش اعظمش میان اپوزیسیون هستن و مخالفان جمهوری اسلامی،
اینها خب یک توقع عجیب غریبی از اسرائیل داشتن و حتی توی دیوارها توی شهرهای ایران می نوشتن که اسرائیل تو بزن ما میام کف خیابون، یا بزن اونا نمیتونن جواب بدن. میخواستم نظر شما رو بدونم در این رابطه، آیا این همون حمله ای بود که این هوادارا منتظرش بودن یا و براش لحظه شماره میکردن، یا نه بابا منتظر یک حمله دیگه ای باشیم از توی اسرائیل؟ ببینید من پیشنهاد میکنم که این اپوزیسیون ایران مثلا خیلی از مردم ایران زیاد از این فیلم های جنگی جنایی نبینن، چون واقعا داستان سیاست و واقعیت دنیا این نیستش که آقا تو فیلم ها میبینیم یه سوپرمنی میاد یا یه دونه سرباز آمریکایی میره مثلا توی منطقه آقا همه رو میزنه و همه رو بدن همه رو هم رمبو میره میکشه میاد و همه رو هم آزاد میکنه میاد. نه آقا، بیش از 6 ماه به تمام شدت دارن تخریب میکنن، جنایت میکنن، نسل‌کشی میکنن تو غزه. فقط تونستن 2 از نیروهاشون رو آزاد بکنن، اونم اون منطقه دیگه دست اونا نبودش و اینا تونستن 2 رو آزاد کنن. باقیشون رو یا کشتن بر اثر بمبارون، هنوز هیچی دیگر رو نتونستن آزاد کنن. دیدن به 100 خورده از این اسیرایی که آورده بودن. خب شما وقتی که نمیتونی تو محلت رو آزاد کنی، تازه به اضافه که کنترل تمام عیار تسلیحاتی و اطلاعاتی دارن دیگه، چون فلسطین بدبخت فقط یه دونه مسلسل دارن بیچاره، ضد هوایی هم حتی ندارن. خب ایران همه اینا رو داره، اصلا قابل مقایسه نیست. اسرائیل نتونست حریف 10,000 تا میلیشیا بشه، چون اونم نیمه مسلح نیمه سازمان یافته. بنابراین اینکه فکر کنن آقا اسرائیلیا میان، بله اسرائیل از نظر نظامی تجهیزات نظامی خیلی قویه، مثل عربستان سعودی خیلی تجهیزاتش قویه، ولی واقعا آقا تونستش تو یمن پیروسیه؟ یمن با دمپایی میرن، دیدید که آقا یمن، یا همین تو خود غزه میبینی یارو با دمپایی و با شلوار گرد میاد یه تونه موشک میزنه به تانک چند صد میلیونی دلاری میره. خب آقا اونوری همشون از این چیزایی نمیدونم آقا بهترین تجهیزات رو دارن، من پابند و سربند و نمیدونم کوفت و غذا و پشتبانی و اینا. خب نتونستن. ببینید واقع واقعیت دیگه، واقعیت میدانی دیگه. خب واقعیت میدانی شما باید بتونی میدان آدم سرباز اونجا حرف میزنه تو منطقه باید بگیره، حالا شما بیا به هر چی هم میخوای بمبارون کن. بعد اپوزیسیون که دیگه رهبرشون آقا رضا پهلویه که آقا بدون محافظ تو دستشویی خونشون نمیره. آخه شما چه توقعی داری که مثلا بتونن پیروز شن؟ آقا کدومشون حاضرن یک ذره فداکاری بکنن؟ بابا حاضر نیستن پول بدن چه برسه که جون بدن. خب معلومه که اتفاق نمیافته دیگه، فقط منتظرن یکی بیاد براشون یه کاری بکنه. آمریکایی‌ها اینو خوب میدونن، CIA تحلیل داره، موساد هم تحلیل داره، میدونه که آقا به این جماعت نمیشه حساب کرد، چون اولین چیزی که این جماعت دارن، من به اون بخشی از ایرانی‌ها که واقعا صادقن اونو نمیخوام خودم که توهین کنم، ولی اونایی که فعال سیاسین و چششون به آمریکاست، به اسرائیل، مثل احمد باطبی و عید بهشتی و اینها، اینا اولین چیزی که میخواد کاسه آقا پول بده به ما. بابا اسرائیل خودش دست به گیر داره، اصلا اسرائیل کسی پول نمیده. ببین اسرائیل همین الان واسه دعواش میگه پول بدید ما بزنیم، مثل زلنسکی. بنابراین اصلا همچین حرفایی نیست. ببین داریم شرایط سرنوشت سازی داریم، مسیر درستی هم هستیم الان. اگر بتونن داخل کشورم ایرانی ها خوب انجامش بدن، نظر اقتصادی بتونن جمع جورش بکنن، یعنی واقعا یک گشایش اقتصادی برای مردم درست کنن، اسرائیل مجبوره که ایران رو به عنوان هژمونی منطقه، به عنوان رهبری منطقه، حالا نه علنی ولی غیر علنی بپذیره. چون آمریکایی ها هم این رو پذیرفتن، یه جناحشون پذیرفتن که ایران قدرت منطقه است، کما که کانادایی ها پذیرفتن که ایران قدرت منطقه است. منطقه روشون نمیشه دیگه بگن دیگه، الان ولشون کنی با ایران، اگر یک کم ایرانی اینجا قوی باشن با ایران ارتباط برقرار میکنن. بنابراین همینجور که حالا تو صحبتهای شما هم بود، هارتس دقایق پیش یه گزارشی منتشر کرده و گفته حمله خاموش اسرائیل به اصفهان نشون داد که نتانیاهو هیچ راهبردی در قبال ایران و غزه نداره. ما امروز صبح شاهد یک تور دعوای لفظی و زد و خورد لفظی هم بودیم در کف توییتر سابق و ایکس فعلی میان مقامات اسرائیل، بله بن گویر که عضو و وزیر امنیت ملی اسرائیل اومد در توییتی نوشت که این عملیات طوری مسخره بود، بعد لاپید اومد
جوابش رو داد و گفت که بنگویر یا بنگویر آبروی اسرائیل رو برده. میخواستم ببینم اسرائیل در چه جایگاهی قرار گرفته از 7 اکتبر و طوفان الاقصا و بعد عملیات وعده صادق توسط ایران و امروز صبح که این عملیات رو برای ایران انجام داد. وضعیت اسرائیل، شرایط اسرائیل در منطقه امروز به چه شکلی هست و چگونه داره پیش میره در میان افکار عمومی منطقه و همچنین عمل کردی که در الان امروز داشته تا به امروز داشته؟ میگن یه داستانی هست، میگن یکی بوده خیلی عشق گندلاتی داشته، تو لاله‌زار تهران را میرفت و به همه میرفته بوده من اولم خلاصه چی همیزی بده، یکی گنده تری میاد یاد نمیزنه تو گوشش میگه تو اولی من دومم، من ادامه میده به راش میره دیگه، میگه تو اولی من دومم. حالا داستان این آقایین اسرائیلی هست. ببینید نتانیاهو اولا کابینه خودش کابینه بحران با بحرانه، یعنی همه‌ای که اون تو نشستن میخوان نخست وزیر بعدیشن، یعنی همه‌شون که نشستن اولا حواسشون هست کسی از پشت نزنتشون دیگه، یعنی دقیقا همه‌شون جنرال گالانت، لاپید یا آقای خود نتانیاهو. بنابراین به اضافه که دست راستی ها هم مثل بنگویر اینا معتقدن که اگر آقا ارتودکس ها رو ببری سربازی ما میریم بیرون از ائتلاف، اون ور سکولار ها میگن اگر اینا رو نیاریشون سربازی ما میریم میایم بیرون. بنابراین به شدت شکننده است. به اضافه که خود نتانیاهو هم که 21% کل لیکود آرا داشت دیگه، حالا به اضافه که با کمک همین کوچیکا تونسته این قدرت داشته باشه، تمام قضیه اینه که آقا نتانیاهو به شدت قدرت طلبه، نمیخواد از قدرت بره کنار، چون میدونه به محض اینکه کابینه جنگی رو منحلش کنه کابینه عادی برفرض بشه باید بره کنار، نمیخواد بره. حتی لیکودیا هم خیلی ها توشون میخواد این بره، خب این نمیخواد. به همین دلیل هم ممکنه، بله ممکنه دست به یه سری کارهایی بزنه، دست به یک سری عملیاتایی بزنه، ولی همش داره خودشو میبره پایین. وقتی که جنرال لاپید میره بدون اینکه تایید کنه با چیز، خودش خودسرانه میره، رئیس ستاد وزیر دفاع میره آمریکا با آمریکایی صحبت میکنه، بعد میگه آقا دسامبر سپتامبر قرار انتخابات بشه، یعنی چی؟ یعنی آقا این آقا رو دور زدن دیگه. بنابراین کابینه ای که توش آقا خلوص نیست، همه دارن هم دیگه رو میزنن، که کابینه ای نمیتونه باشه که واقعا پر از تضاده. حالا این تضاد درسته یه طرف فشار ایران باعث میشه که اینا کم متحد شن، ولی فشار وقتی زیاد باشه یارو میگه آقا یه جایی باید واقعیت رو بپذیریم دیگه، آقا مسئله بقاشونه، بقاشون هم نه به خاطر اینکه از بین میرن. مهم اینه که هم بنگویر گفته، هم سناتور فرماندار سابق، فرماندار سابق میامی فلوریدا گفته آقا ایرانی ها قصد دارن که اسرائیلی ها مهاجرت بکنن. ببین الان خود اینا میدونن، داره بنگویر هم گفت آقا دارن ملت مهاجرت میکنن. وقتی که این شرایط باشه، ببینید همه خیلی از این اسرائیلی هم میگن که آقا بحث مثلا یهودی ستیزی و یا مثلا ما ایدئولوژیک نیستیم، خب خودش بعد میگی خب آقا مردم هم تو اگه یهودی نیستی بعد چرا اصرار داری مثلا بری تو اورشلیم بغل مثلا قدس باشی، چون یهودی اکثرشون سکولارن که نباید به هیچ باور مذهبی باور داشته باشن دیگه. ولی تو این وسط تناقضا موندن. تا قبل از این خب میومدن میزدن میخور میزدن همه رو میگرفتن زمینا رو، هیچ کس هم بهشون چی نمیگفته دیگه. بعضی موقع خب مثلا فلسطینی ها میومدن یه بنده خدایی رو میومدن ترور میکردن، خب این دیوارا رو کشیدونه که احساس امنیت میکردن. ولی الان دیگه یه روز دو روز نیست آقا، بعد 6 ماه گذشته مشکلات خودشون، مشکلات اسرا دیگه فهمیدن دیگه، خرم باشه ولی نسبت باید بفهمی که آقا نمیتونی نظامی پیروسی دیگه، مگر اینکه همشون رو قتل عام بکنی که این چیزم امکان پذیر نیست. البته یکی از چیزهایی که مقاومت داره و این تضاد داره زیادتر میکنه اینه، اگه دقت کرده باشی نشون دادش که آقا همه چی از پشت پرده داره در میاد. آمریکا دیروز کشور رسمیت شناختن کشور فلسطین رو تو شورای امنیت به تو کرد، خب یعنی نشون میده که آقا آمریکایی‌ها نمیخوان تو منطقه صلح باشه دیگه. تو شما به همین کشور فعلی فلسطین اگه به رسمیت بشناسیش کشور فقیری خواهد بود دیگه، مثل هایتی، مثل خیلی فقیر خواهد بود، ولی بالاخره
تو خودشون زندگی خواهند کرد دیگه، نمیخواد دیگه آقا دیگه انگیزه ای نیست یاد بیاد مبارزه کنه برای استقلالش. تو آقا یه کشوری داره میگه آقا کشورت بدبخت بعد پول نداره، مشکلات خودشون رو خواهند داشت دیگه. دیگه بعیده بخوان میان درگیرشن با اسرائیل، چون خیلی زبل باشن بتونن مسئله خودشون رو حل و فصل بکنن. پس آمریکایی‌ها نمیخوان تو منطقه صلح باشه، آمریکایی‌ها دقیقاً میخوان تنش باشه، دقیقاً میخوان اسرائیل دست اول داشته باشه، ولی از اونورم فهمیدن که اسرائیل دیگه دست اول رو نداره، قدرت برتری نظامی تو منطقه با ایرانی هاست و این مجبورن که ببینید مجبورن، یعنی دیوار سیاست و واقعیت خیلی شدیدتر از اینی که من و شما یا فلان مقام بخواد تصمیم بگیره، مجبورن که واقعیت ها رو بپذیرن و یک جوری آبرومندونه مسئله رو حل و فصلش بکنن. یعنی دیگه کاری نمیتونن بکنن، چی کار میخوان بکنن که نکردن، هر جنایتی خواستن توی غزه کردن دیگه کاری نمیتونن بکنن دیگه. آدم تو لبنان هم هر روز میگن آقا حزب الله برو عقب، باید بری پشت خط رودخونه، و نتن اونا که نمیرن میان جلو، میان جلو دازه میگن آقا ما فقط حاضریم که اینا رو دیگه قیافه‌شون رو نبینیم، ببرنشون پشت مثلا کوه دیگه نبینیم اینا رو. بنابراین اصلا این نیستش که اینا چی میگن. آقا آمریکا ببینید، من تو هم مصاحبه اولی هم که با شما داشتیم 6 ماه پیش بود، گفتم آقا ایرانیان دو تا تو جنگ آمریکا رو شکست دادن و عملا هم نشون میده که تو این مرحله هم آمریکایی رو دارن شکست میدن. تا الان که نتایج به نفع مقاومت، به نفع جبهه آمریکا نبوده دیگه. بنابراین تو این یکی دو ماه آینده مشخص میشه که برنده نهایی منطقه کیه. خب اگر باشه دیگه یارو بالاخره اتاق فکر دارن دیگه، آقا دیگه احمق که نیستن دیگه، همشون میان میگن آقا کوتاه بیاین دیگه، مجبورن یعنی کوتاه بیاین. من خب شما توی کانادا هستین آقای سلطانپور و در هفته های اخیر صحبتی از این میشد که سپاه رو دوباره ببرن توی لیست تروریستی در پارلمان کانادا و میدونم که آقای حامد اسماعیلیون هم خیلی فعال بود در این زمینه و همچنین در رابطه با حمله‌ای که قرار بود نیروهای مسلح ایران انجام بدن تا قبل از اون. میخواستم کمی در رابطه با وضعیت و شرایط کانادا برای ما بگید که چه اتفاقاتی اونجا داره میفته. ببینید اوضاع اقتصادی کانادا که اصلا خوب نیست، بعد این که اشتباه استراتژیک کردش جاستین ترودو اومد 1,000,000 مهاجر آوردش بدون که مسکن داشته باشه، بدون که کار داشته باشه، این هم نارضایتی رو داخل زیاد کرد، هم مسکن رو تورم و اینا رو همه رو برد بالا. از اون ور این مسئله غزه هم که اتفاق افتاد و فعالین ضد جنگ و فعالین به اصطلاح ضد اشغالگری و نسل‌کشی تو کانادا هر هفته تظاهرات دارن، مثلا میرن تعصب میکنن تو بانک، تعصب میکنن جلوی دفتر فلان وزیر و اینا، و اینا فشار شدیدی آوردن. ببین به این دلیل مثلا به این شدید آوردن اینا دیگه نمیتونن کاری کنن. مثلا خود همین باعث شدش که موزه جاستین ترودو دیگه از این که آقا اول میگفتن که اصلا آتش بس که نه، همینا هم میگم همشون میگفتن نه آقا اصلا آتش بس کدوم، باید حماس نابود شه. الان فهمیدن که نه آقا حماس که اصلا نابود نمیشه، بس تر اینه که میگن آقا حماس تو حکومت بعدی نباشه، چون همین الان انتخابات بشه بازم حماسی احتمال قوی میبرن. خب پس اومدن دقیقاً، ولی در کنار از اسرائیل دفاع کردن، چون مثلا هیچ وقت نیومدن کنسولگر ایرانی که حمله شد محکومش کنن، ولی وقتی که ایران پاسخ قاطعانه دادش به اسرائیل، جاستین ترودو اومد محکوم کرد. روز دوشنبه نماینده حزب محافظه‌کار از استان آلبرتا، گارنت فامیلیش یادم رفته، اومدش و گفت آقا اسرائیل چیزه، باید سپاه رو ببرین تو لیست تروریستی. از همه مهمتر جگمیت سینگ، سیک تبار هندی اصطلاح کانادایی، ایشون چپه در حقیقت، اینم اومد برای اولین بار، اصلا این اصولا با محافظه‌کارا بهشون توی جوب نمیره، اومد گفت آقا نباید سپاه توی لیست تروریستی باشه. که اتفاقا نوشتم جگمیت سینگ واقعا خیلی بدبختی، آدم چپ باشه بعدن بیاد اینجوری بیفته توی دام اسرائیل و به اصطلاح یه نوچه جنگ طلبی مثل نتانیاهو بشه، خیلی باعث شرمساریه. و خوان این شدن، ولی حزب لیبرال که اکثریت تو مجلس داره این موشن رو رد کرد، این طرح رو ردش کرد، چون خود جاستین ترودو میدونه اگر قرار باشه که طرحو بخوان ارتش سپاه رو بذارن تو لیست تروریستی، خب ایران هم ارتش کانادا رو میذاره تو لیست تروریستی، بعدا حتی ناوشون هم دیگه نمیتونه از توی منطقه خلیج فارس رد شه دیگه، چون دیگه میشه چیزی مشروع دیگه، خیلی راحت میتونن بزننش توقیفش کنن، چون ارتش اسرائیل
خود کانادا میدونه توان نظامی ایران چندین برابر ارتش کانادا است. یعنی کانادا خودش میدونه بدون مثلا بدون کمک آمریکایی‌ها نمیتونه مثلا با ایران حتی رقابت بکنه تو خود خلیج فارس. حالا اینجا که اصلا خب راه فیزیکی خیلی دوره. خب بعد این خط اومد، بعدش دیدیم که همزمان مایکل پارسا نماینده شهر ریچموند هیل و اوکریجز، منطقه که ایرانی‌ها خیلی توش هستن، مال حزب محافظه‌کار استانیه، اومد دقیقاً گذاشت تو جا پای رضا موریدی از صهیونیست‌های بنام و اومد حمله ایران رو، پاسخ ایران رو محکوم کردش. بعد دیدیم که همزمان جبهه همچی انجمن هواپیمای سقوط فاجعه هواپیمایی 752 اوکراین، همین تیم باند آقای حامد اسماعیلی هم اومدن حمله رو محکوم کردن، حمله پاسخی ایران رو محکوم کردن. خب آقا نوشتم آقا این خط به پایین آقایون دارن، این خط اگه تو داخل کانادا به دست اومده بود هیچ مشکل نیست، مهم اینه که این خط از جای دیگه اومده، از اسرائیل داره میاد و این خیلی خطرناکه برای ما، چون اکثریت کانادایی‌ها مخالف طرفدار دوتا فلسطین و اسرائیل هستن، مخالف نسل‌کشی هستن و در حال موافق نیستن به این شیوهی که داره الان جاستین چه نتانیاهو داره کار میکنه. و امروز هم دیدیم که خانم ملینیا جولی توی جلسه وزرای خارجه هفت کشور صنعتی که تو ایتالیا قراره بشه نوشتش که آره ما نگرانیم، این اسرائیل که حمله کردش به اصفهان ما نگرانیم. آقا وید اینا که نگران خودشون نیستن، نگران اسرائیل هن، نگران مردم ایران که نیستن که. تو شما اگه نگران مردم ایران باشی یا ایرانی ها باشی، آقا قبل از هر چیزی یه رابطه دیپلماتیک برقرار میکنی که دیگه ایرانی ها اینجا با نشن برن مثلا 800 کیلومتر اونورتر برن توی چیز واشنگتن بخوان مثلا یه دونه شناسنامه بگیرن، یا از ایران پاشن برن ترکیه این همه خرج بکنن چه یه دونه ویزا میخوان بگیرن بیان عزیزانشون اینجا ببینن، یا هزاران مثلا خیلی مهاجرای جدید که اومدن، اینا که بیچاره مهاجر که نیستن که، فقط ویزای کار دارن. یعنی اگه براشون اتفاقی بیفته هیچ دولتی نیست که از اینا حمایت بکنه، یعنی کشک رو هوا، یعنی هیچ کنسولگری ما نداریم که تو یارو مثلا بدبخت تو بیمارستانه یا زندانه یا هر چی هزار تا گرفتاری نداره کسی. خب به تبع می‌بینیم که این خدا هم. بعد علی احساسی هم نماینده پیشونی سفید صهیونیست تو ویلودر، اونم همین موضع رو گفت. یعنی نشون میده که این خط سراسری اومده از یه جایی. بعدش کاوه شهروز هم یه مقاله نوشت تو گلوبند میل که مردم ایران باید رژیمو سردگون بکنن. آقا قربون شکل بدم تو خودت این مجد خدا اومدش بالا تو ریسمونتیل که کاندید بشه برای حزب محافظه‌کار، البته لیبرال بود، اومد تو حزب محافظه‌کار دو ماه پیش بر اثر مخالفت حتی بین خودشون، بین سلطنت طلب‌ها و مجاهدین، این مجبور شدش که انصراف بده. بعد اومد گفتش که آقا نفوذ خارجی بوده و جمهوری اسلامی دخالت کرده و بعدن رسانه‌های اینجا هم که طرفدار اسرائیلن روش خیلی پروپاگاندا کردن، مثلا اینکه مثل خانم نهایت تیزهوش که خبرنگار بیشتر طرفدار اسرائیل، خبرنگار خط داره. یعنی در حقیقت آقای سلطان‌پور خطیه که به قول معروف اگر تا قبل از این قضایه پنهان بود الان دیگه فکر کنم علنی شده، چون ما تقریبا دو سه روز پیش بود که وزیر خارجه اسرائیل اومد علنی اعلام کرد که ما در تلاشیم که سپاه پاسداران رو ببریم توی جزء لیست تروریستی و مشخص شد کارفرما کیه دیگه به قول معروف. ببینید خطو سالها پیش این خطو دادن به مجاهدین و مجاهدین این خطو پیش می‌بردن دیگه، این خطو اول نفری که قبل از اینا باشه مجاهدین پیش می‌بردن. خب ببینید اون موقع نگاه ما به سیاست اینجوری نبود، همه چیز رو نشده بود دیگه. ببینید الان دیگه الان کسی بیاد دیگه مثلا آقا نمیدونم دو جاستین ترودو یا بایدن دلشون بر مردم میسوزه، it is sorry my language is bullshit، یعنی واقعا چرت و پرت چرنده دارن میگن. چون ببینید هایتی رو همین کانادایی ها با آمریکایی ها اومدن رئیس جمهور چیزاشو رئیسینو قانونشو چند سال پیش توی کاخ برش داشتن بردن بدبخ آفریقا، بعد یکی دیگه اومد بعدن همینجوری بلبشو شدش. الان دیگه میدونید که قاچاقچی ها کشور اداره میکنن، کانادا هم هفته پیش کنسولگریشو با هلیکوپتر تخلیه کرد. خب آقا اینا داستان هایتی حیات خلوت کاناداست، هایتی حیات جزء باند چیزه، میدونید که تو زلزله شد آمریکایی‌ها فرودگاهشو بستن، به هیچ کسی دیگه اجازه ندادن، فقط گفتن ما میتونیم
وارد کنیم کمک های اولیه، هیچ کسی دیگه نمیتونه بیاره. خب اما اینا عملا بابا هایتی خودشونه، یعنی نزدیک کوبا هم هست به طور کلی دیگه، تو دریای کارائیب حوزه استراتژیک زمین بازی آمریکایی هم هست. خب اینا این آقا هایتی چند میلیون نفری بدبخت ولش کردن، دست آدم خوراست، یعنی دست جنایتکاراست. رهبر تبهکارا میگه آقا ما تو میز مذاکره بعدی که با آمریکا و کشور دیگه هست، با کانادا این هست، ما باید میز باشیم، ما یعنی باید اگه ما نباشیم میز بازی برم خود. خب شما توقع داری اینا دلشون مثلا برای مردم ایران سوخته باشه؟ آخه دیگه ببینید اون زمان ها بود میفهمیدیم، الان دیگه مشخص شده که آقا براشون اصلا تنها چیزی که مهم نیست، حتی مردم خودشون هم براشون مهم نیست، یا برسه به کشورهای دیگه، براشون سرمایه بزرگ مهمه، براشون شرکت‌های بزرگ بیمه مهمه، اونا که به قول برای پولای کمپین‌های انتخاباتیشون رو میدن دیگه، مردم هم دیگه. حالا و این به نظر من خط دقیقا اینه، به موضوعی نیست که سپاه آدم چیز دموکراتیکه یا مثلا، ولی موضوعی که اینا دارن این کارو میکنن چرا؟ چون اسرائیل، یعنی میخوان تو مسابقه بوکس آقا دست شما رو میبندن، میخوان اینجوری ببندن بعد بگن خب حالا مسابقه دیگه. خب آقا یادو مسابقه، خب مایک تایسون هم که باشی میزننت دیگه، آقا بعد برم که برم تو مایک تایسون رو میزنم، چون وقتی دستش بسته است و من پاش بسته است، خب احتمال اینکه بتونم بزنمش خیلیه، هرچند اون قوی تره. ولی اینه که دقیقا، یعنی واقعا بایستی وظیفه نیروهایی مثل کنگره ایرانیان کاناداست که خیلی ضعیف عمل میکنه، واقعا ضعیف عمل میکنه دیگه، اصلا نمیدونم دارن چی کار میکنن. ببین الان وقتشه که خیلی راحت خیلی مستقیم باید گفت آقا نه، اصلا اینکه آقا مسائل داخل ایران به خود مردم ایران ربط داره، کما که مسائل کانادا به مردم کانادا ربط داره دیگه. بنابراین بایستی با ایران ارتباط برقرار کنند و باید آقا رابطه باید داشته باشن. حالا این مسئله تروریست گذاشتن تو لیست تروریستی توسط کانادا که سپاه بخوام ازن تو لیست تروریستی، نتیجهش چی شد؟ به نتیجه رسید؟ نه مجلس گفتم رد کرده، چون حزب لیبرال اکثریت رو داره، بعد همین حزب محافظه‌کار رو می‌بینی اگه بیان تو قدرت، این همین علی احساسی که الان زیاد چیز میکنه همش ضد جمهوری اسلامی حرف میزنه، همین آقا توی کمپینی بود واسش نمیفسی، تو که خودت این کمپینو شروع کردی، از وقتی که رفت تو مجلس آقا یک کلام دیگه این بشر حرف نزد. خب یعنی چی؟ یعنی شنی بازی سیاسی دیگه. خب آقا محمود خاوری دزده، تو ایران هم که اعدامش نمیکنن برفرض، آقا تحویلش بدین، چرا نمیدیم؟ منتها چون داستان همینه، میخوام بگم که همشون وقتی که تو قدرتن اپوزیسیون خیلی حرف میزنن، ولی میانیم ور نه آقا، پول اگه تو کانادا بیاد، پول فاسد هم بیاد، خرچه اینجا از نظر شهری اشکال نداره، چششون رو میبندن روش. ممنونم آقای سلطان پور. حالا با توجه که زمان برنامه هم رو به تو، اگر صحبت پایانی یا نکته پایانی دارید بفرمایید. ببینید من واقعا همونجوری که جا داره واقعا بگیم آقا حرکت بسیار درست و حساب شده و منطقی بودش که نیروهای مسلح ایران انجام دادن علیه تجاوز اسرائیل، و خب همونجوری هم که میبینیم که این عمل باعث شد که حداقل فشار روی فلسطینی‌ها حتی کمتر شه، هرچند یه سری کسا میگن نه آقا اینا می‌خواستن بازی رو عوض کنند و اینا از غزه اسرائیل به اصطلاح جون سالم به در برد. تو آقای علیجانی هم اینو توی بی بی سی گفته بودن، نه اینجوری نیستش. ببینید واقعا داستان به این صورت نیست. مثلا ابو مرزوق که تو تیم خالد مشعله، یعنی با ایران زیاد خوب نیستن، اون خودش پیروز گفت از وقتی که ایران حمله کرده، حمله اسرائیل بمباروناش کمتر شده، و اتفاقا برای اولین بار پری روز بچه های غزه‌ای رفته بودن لب تو دریا، که اتفاقا حارس نوشته بود این باعث شد که خیلی اسرائیلی ها شاکی شن که چرا اینا دارن حال میکنن، یعنی نه بخیلن اکسا فیلمش هم در اومد، اکسا اون بچه هایی رفته بودن کنار دریا، آره بچه هایی گفتن میرن تو دریا، از این هم ناراحت هن یه سریشون، همونا که جلوی راه رو میبندن که کمک ها نرسه به داخل کشور. بنابراین اصلا اینجوری نیستش که به قول معروف ایرانی‌ها ندونن چیکار کنن. ولی از اون ور واقعا من موندم آقا این کارهایی که میکنن، اتفاقا ناتانیاهو احتمالاً میپرسه آقا اینایی که
تو ایران هستن اینا مثلا میان حمله میکنن گشت ارشاد وسطی که همه مردم بایستی از نظر روانی آمادگی داشته باشن برای جنگ بزرگ یا در حال شرایط سخت جنگی، یهویی میای تو خیابونای تهران و سراسر ایران میای حجاب رو میندازی؟ آخه من نمیفهمم این. اگر الان احتمالاً ناتانیاهو میگه آقا کیه، بچهای خودمونن، بزنیمشون با موشک، میگن نه آقا بچهای خودمونن نزنیمشون با موشک. چون واقعا من موندم آقا، اگر چون ببینید حجاب خودتون میدونید که آقا هیچ ما نه تو قرآن نه تو حدیث نه سنت رسول خدا صلوات الله داریم که آقا کسی که حجاب نداره مثلا مجازات داشته باشه. خب آقا شما همین چند وقت میشه گفتن آقا هر کی بی حجاب باشه اینقدر جریمهش میکنیم. خب بس یهو چی شد دوباره گشت ارشاد میارید تو خیابون؟ اصلا آدم میمونه واقعا. این که مردم، خب ببین اقتصاد شما، اقتصاد ایرانو بکن مثل اقتصاد مثلا سوئیس، اقتصاد آلمان، بعدش بیا گشت ارشاد هم بکن. من فکر کنم خیلی قبول میکنن دیگه، چون حداقل میتونی بیاری بگی بابا اینو سرت کن، ولی عوضش یارو میگه خب اقتصادم خوبه دیگه. آقا تو که اقتصادت یا دلار 60000 3-4000 تومانی، وضعیت خراب اقتصادی، گرونی که همش با دلار میشه، بعدم همش میگن که آقا ما نذاشتیم این 3000 تومان بشه. بابا دلار یک چیزی رو متوجه نیستن مثل که مقامات اقتصادی ایران. آقا دلار که میشه مثلا 65000 تومان، اگه میشه 64000 تومان، دیگه کالاها بر نمیگرده 64 تومان. مغازه داره میگه آقا من با جنس 65 تومان خریدم، همون 65، یعنی قیمتا ثابت میشه، همینجوری هم شده دیگه. ببینید زمان ما تو دانشگاه تهران چلو کباب بود 2 تومان، الان 2 تومان الان میگن 2 میلیون تومان. من این بچه جدید نمیفهمم، با این نوشابه البته تو غذای خوبم. خب ببینید الان میگن یه سموسه مثلا چیه 100 تومنه، 1000 تومن که 30 خورده سال ایران نبودم تو دویدیم ما. ولی کلا خب آقا مردم بهشون فشار میاد دیگه، که ما کارگرا رو میبینی 8 میلیون تومن، خب آقا نمیتونه یاره بده. یه دونه اجاره خونه مثلا دیگه کم کم دام چند میلیون تومن، 10 میلیون تومن تو بدترین جاهاست. خب آقا شما باید بتونی وضع اقتصادی رو درستش بکنی. همش هم میگن آقا ربطی به تحریما نداره. حالا ربطی هم داره نداره. خب ببین اگه نتونی تناقض داخل کشورت رو درست بکنی از اقتصادی، بنابراین چی میشه؟ این پیروزی نظامیت هم کم رنگ خواهد شد، از بین میره، علیه خودش تبدیل میشه و نمیتونه داخل مسائل داخل کشور رو بکنه. همون گوشه که شاه یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی منطقه بود دیگه، ولی تونست مسائل خودش رو حل و فصل کنه؟ نه، چون داخل کشور گسسته بود. دقیقاً درست گفتی، ان شاءالله که امیدوارم یعنی یک مدیریتی بشه این صحبت ها و نکاتی که شما فرمودین، و خیلی بسیار بسیار مهمه. نه اینکه ما حالا تو این برنامه بهش نمیپردازیم و برنامه های قبل‌تر بهش پرداختیم، در آینده هم خواهیم پرداخت. بسیار مسائل مهمیه که میتونه تأثیر بذاره روی مردم ایران و همونجوری که شما گفتید باعث بشه که این پیروزی های نظامی ایران اونجور که باید و شاید مردم پشتش نیستن و ازش حمایت نکنن. ممنونم از شما جناب آقای سعید. ببین اون ارتشی، ببین داستان اون ارتشی یا همون سپاهی، آقا اون سپاهی که میره خونه، آقا کشورشو دوست داره، اون سپاهی مثلا اون ارتشی هم مسلمان و اکثرشون ها، سپاهی یک کم علاقش بیشتره مثلا به رهبریت یا به ولایت فقیه. خب آقا میره خونهش، آقا بالاخره باید جلو زن و بچهش آقا چیز نباشه، شرمنده نباشه، آقا یه چیزی هستش یا شما کردیم تو. خب همینجوری میشه دیگه، فساد از کجا شروع میشه؟ بعد مجبور آقا لبه مرزه پول بگیره، مجبور از یکی حجابو بگیره پول بگیره. خب ببینی مشکل ایجاد میکنه دیگه. تو کانادا مثلا شما پلیسا نمیتونی بخریشون. چرا؟ خیلی سخته، چون آقا یاره حداقل مینیمم 80000 دلار حقوق بگیره، بعضیاشون تا 120000 تا میگیرن. خب اینقدر حقوق داره یار بعد کافی که دیگه نره با 50 دلار و 100 دلار و 200 دلار مثلا آقا بخواد کسی بهش رشوه بده دیگه، چون اون حد یا قاضی همینجور بعد کافی میگیره. بنابراین خیالش هم راحته که آقا دستش چشش به دست جیب کسی نیست. ده ها اینا رو خب مقامات خودشون خوب میدونن، راه حلش هم خودشون خوب میدونن. در حال دیگه فعلا ما خارج از کشوریم، ترجیح میدم داخل ایران زیاد دخالت نکنم، چون واقعا هم خیلی دوریم، همین که صدامون هم به اونجا نمیرسه. ممنونم از شما، خیلی ممنون از شما و بینندگان. زنده باشین. ممنونم از شما، خیلی لطف کردین اومدین در برنامه سعید خان، و از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین در این ویژه برنامه، از شما هم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. سپاس از شما.
خسته نباشین آقا سعید. سلامت باشین. من تا نرفتین یه عکسی هم از شما بگیرم برای